این شاید درست باشه. خب اما در قرآن ما همچین چیزی رو نداریم، پذیرش اشتباه نداریم، چون یه چیزی به عنوان قانون و بیس داریم، قرآن توی یهودیت و مسیحیت، انجیل و تورات و کتابای آسمانی دیگه. پس اینجا نمونه هم بخوایم به طور مثال براتون بیام، مثلا در مورد انسان، در مورد انسان، آفرینش انسان، خب آدم و حوا چقدر قدمت دارن؟ به گفته دوستان هولوش 8000 سال، من مباحث دینی و زیاد تسلط، حدودا 8000 سال من بررسی تاریخی که کردن فاصله پیامبران الهی رو حساب کردن حدودا 9000 ساله. خدا پدرتو بیامرزه. آیه سجاد، ما تو قرآن و احادیث و اینا داریم که یه کره خاکی بوده، آدم و حوا در بهشت جنت خطایی سر میزنه ازشون، حالا آدم به زمین میاد به خاطر چیزش، حوا میاد، هابیل و قابیل و وسوسه های شیطان و سجده نکردن شیطان و این چیزها. خب پس یعنی این کره خاکی قبل از 9000 سال عاری از انسان بوده. خب اینجوری نیست. چطوری هست؟ شما با هم بگین چطوری هست. ما همین آیات و روایتی که میگی، ما روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که قبل از انسان هم انسان فعلی، این نسلی که الان زندگی میکنن، بله، نسلهای مختلفی از انسانهای دیگه بودن، ولی خب با یه تفاوتهای ناطق نبودن، مثلا ناطق نبودن، مثلا ناطق نبودن، نمیتونست. چرا؟ آره، یعنی اینجور نبوده که مثلا شما بگید مثلا حیوان بودن یا مثلا قدرت شعور و فهم نداشتن، نه، انسان‌هایی بودن ولی با نسل‌های مختلف. خداوند هر یه تعداد نسلی اومدن، نسلشون تموم شده، نسل جدید آورده. ما از نسل آدم و حواییم که نسل جدیدی هستیم. درست. به هر حال مثلا مسئله با تاریخ هم، چون الان مثلا یه شبه رو میان مطرح میکنن، حالا میگم چون این لایو بعد میخوایم جمعش کنیم، شاید فرصت خیلی آره، ساعت آره الان فقط طرح موضوعه، ما بحث نمی کنیم برای نقش آره. بگیری این یه طرح موضوع آقا. مثلا میگم بقایای تاریخی چند میلیون سال پیشه، مثلا اسکلتی که اومدن بررسی کردن شبیه انسان هم هست، این با تاریخ شما نمی چند میلیون سال پیشو کار ندارم آقا سجاد. ببین تو سیبری خب یه دونه جسدی وسط کوه یخی فریز شده بوده، خب که واسه یه دختر اسکیمو بوده. خب این جسد رو آوردن بیرون، جسد کاملا سالم بوده، روش تست کردن، آزمایش دی ان ای گرفتن، چیزا یعنی قابل استناد بوده، چیزای سالمی داشته چون تو حالت فریز گیر کرده بوده، برای 300000 سال پیش بوده آقا سجاد. خب و از لحاظ تعداد کروموزوم ها روایت اسلامی نداره. بله و از لحاظ تعداد کروموزوم ها با انسان فعلی یکسان بوده، یعنی هیچ گونه چالش ژنتیکی در نوع ساختارش نداشته. خب حالا کاری به اینم ندارم، ولی فرضیه تکامل من دارم میگم. ببینید به هر حال اون قضیه کشتی نوح که تمام حیوانات داخلش جمع میشن و به خاطر اینکه مثلا از مرگ نجات پیدا بکنن و میرن و بر میگردن و خب ما داریم حیواناتی که الان خدمت 20 میلیون ساله، 30 میلیون ساله، 50 میلیون ساله دارن. خب و قضیه تکامل براشون مطرحه. در انسان ها هم همینجور، انسان های اولیه بعد تکامل، همینجور قضیه مثلا تمساح که اول اصلا همچین ظاهری نداشته، بعد آجای پشتش واسه دفاع از خودش در میاد، تمام چیزهایی که برای خودتون دیدین. این اینجا قابل بحثه، یعنی اینجا یه نقطه تلاقی داره این دوتا مبحث با هم دیگه. دوستان قبل از شما اومدن بحث فرضیه تکامل و فرگشت و این حرفا رو، من یه پست گذاشتم تو پیجم، حتما ببینید. در مورد این 1000 تا دانشمندم، حتی آدرسش هم ما زدیم تو توی اون پست گذاشتیم، 1000 تا دانشمند غربی هم خودشون اومدن امضا کردن این قضیه فرگشت و رد این نظریه رو امضا کردن هستن. حالا اون پست رو ببینی، شاید جوابتو اونجا بگیری. بله بله بسیار خوب. من میرم پایین، آقای علیه سباره بودن افتادم پایینشونو بیایم رو بعدا در خدمت هست. آقا من یه تشکر کنم و میسم خدایی شد نظرتو میخوام بینم بگی اگر یادم، چون من و تو خیلی با هم مخالفیم، به چه لحاظ سیاسی چه به لحاظ اعتقادی با هم بحثم زیاد کردیم توی لایوهای مختلف.
خدایش این فضا چقدر میپسندی؟ فضای لایوهای دیگه که توش توهین و فحش چقدر میپسندی؟ نه الان بهت میگم آقا سجاد، ببین دوست عزیز، یه موقع هستش خب من میام با دوستانی که مذهبی هستن، اسلامی هستن، ولایت مدار هستن، حافظ و منافع جمهوری اسلامی هستن، بحث میکنم. خب من یه ایراد وارد میکنم، خب جواب من فقط میشه سفسطه و مغلطه. خب یعنی جواب سریع طرف نمیاد به من بده، وای میسه نیم ساعت 40 دقیقه. من اینو به دوستان خودم گفتم، من خیلی دوستا دارم مذهبی ان، انقلابی ان، باشون بیرون میرم تو ایران. خب اینو به خودشون هم رو در رو گفتم، به جای اینکه بیان جواب طرف رو بدن، خب از شب و روز وام میگیرن، از سائقه وام میگیرن، برای اینکه آقا یه جوری آخرش هم یه پیروزی، آقا طرف فلان شد بسان شد. ببین عزیز من، دو تا چهار تا سوال واضح، جواب واضح. اگه بخوای برای یه سوال 30 ثانیه‌ای 40 دقیقه خب به تاریخ بزنی، به کتاب بزنی، به شب و روز بزنی، بعدم جواب قابل درکی برای مخاطب اون آدم ندی، میدونی، بعدم جشن پیروزی بگیری، بعدم جشن پیروزی بگیری، میدونی چی میشه؟ میشه فوش خوار مادر، چون آدم عصبی میشه جوابشو نگرفته. میسان جان یه چیزی بگم بهت، من اینو بگم به شما و سجاد، من 3 ساله تو این فضا هستم، اکثر فحاشی ها از اینجا به وجود میاد، من دیدم که دارم به شما میگم. با به جان خودم، صحبت های مخالفین ما هم واسه ما هم همین حکمو داره، ولی باید یه مقدار ظرفیت قبول طرف مقابل رو که هر چقدر هم مخالف باشه رو باید داشته باشه. این مقایسه شما درستی، صحبت های مخالفین شما برای شما این حکم داره، شما تو مقام پاسخگویی هستین. ببین مخالفین یا نه، ما هم سوال میکنیم طرف. خب ببین لحظه اجازه بده، مثلا طرف من یه مثال سجاد، شما به عنوان نگرش خب و دید نزدیک به این انقلاب، به این جمهوری اسلامی و اسلامی که الان حاکمه، شما پاسخگویی. خب من منطقه طرح سوالم این نیست که شما حق نداری سوال بپرسی، شما هم میتونی سوال بپرسی، ولی شما بیشتر باید پاسخ بدین. بله بفرمایید. مثلا من با یکی از این دوستان مخالف که شما بودن جمهوری اسلامی رد میکرد، بله ما در مقام پاسخ بودیم، بعد من اومدم گفتم آلترناتیو تو بگو. آقا موند و آسمون و ریسمون رو به هم بافت، تهش گفتم آقا اصلا شما مکتبی نداری، یه مکتب فکری که میخوای بیای به کشور ایران حاکم کنی نداری، نفرش هم نداری. خب بعد حساب بکن، الان من در مقام سوال بودم دیگه، اونم در مقام جواب، ولی میخوام بگم این اتفاق واسه دو طرف هست. شما من میگم شما وقتی فوش دادی، من سوال، وقتی میگم فوش دادی، بحث علمی رو ذمش میکنی یا نمیکنی؟ بله دیگه، وقتی که فحاشی بیاد اصلا هر بحثی رو ذبحش میکنی، فقط میشه فحاشی هر بحثی. ولی من جواب شما رو بدم در این باره که آقا آلترناتیوی وجود نداره. نه نه، یه بحث دیگه است. یه جمله آقا سجاد، این که شما فکر کنی، این که شما باشه یه جمله بگم و برم، این که شما یه چیزی صحبت حق و باطل، خب این که شما یه چیزی اشتباه بدونی، یه چیزی رو باطل بدونی، خب مثلا یک نفر تو کوچه من زور میگه، همیشه هم کوچه ما باید یه بزرگتر داشته باشه. خب من یه عمر سرمو بندازم پایین، بیام سر کوچه یه دونه بزنه پس کله من، برم خونم، برم سر کوچه نونو بگیرم، برگشتنی یه فصلی دیگه هم بخورم، برم تو خونم بگم خب این بزرگ محل منه، من اگه بیام بزنم یه لقب زیر دوم به این که داره به من ظلم میکنه، گنده های محله دیگه هم میخوام بیام به من پسی بزنم. حالا من گنده ندارم، بذار پسیه رو بخورم داداش، تا یه گنده پیدا کنم جایگزین این کنم، اون موقع برم با کارت سلاخیش کنم. این دقیقا مثال صحیح صحبت شماست. خب این که نیست من قبول دارم، هیچ جایگزینی نیست، ولی میشه بهش رسید، مگه قبلا بود؟ کی میدونست چی قراره بشه؟ این از تو شما بیرون. خب این مثال درستیه که حالا به هر حال من با چیزی که داشتم به شما دادم دیگه. من میرم با این دوستان دیگه رو بیارم. بعدی لایو که هست فرصت هم زیاده، میشینیم ان شاء الله با هم دیگه صحبت میکنیم. دوستان من حقیقتا این لایو هم که امروز گذاشتم فقط بیشتر دوست داشتم
اولش خودم و آقای نوید مفصل با هم دیگه مباحثه کردیم، بعد تعداد دوستان زیاد شد خواستن صحبت کنن، دیگه خودم زیاد صحبت نگردم، فقط گوش میدادم بچه ها رو میابردم بالا. حالا خدمتتون هستم. ممنون موقعات وقتی که دادین. روزتون بخیر. خدا آقا آقای الکس هم بیارم. من آقا سعید هم هست، الکس هم هست. الکس جان شما بیا بالا. فقط زود چون میگم فرصت نیست، منم دیگه کم کم باید برم. درود آقای سجاد عزیز. سلام علیکم. من نمیخوام با یه سری ها اصلا ارزش با یه سری ها میگم که آقا با من صحبت. من فقط با شما آره یه سری ها میگم اومدن با یارو 5 سال اومده توی اروپا، میگم که خط اینقدر سطح سواد و شعورش پایینه که خط چیزو نمیشه اون خط. علی جان ببین الان تو یه چیزی به اون بگی اونم برمیگرده لایف خراب میشه. اصلا بریم بحث سواد. من قبلا به خود شما گفتم بحث سواد باشه، آقا میاریم مدرک تحصیلیمون رو نشون میدیم، دانشگاهی که ما توش درس خوندیم و مدرک تحصیلی گرفتیم آقا میاریم نشون میدیم. بنده تو آلمان درس خوندم، تو زوریخ درس خوندم، تو ژنو درس خوندم، مدارکشم همش موجوده، هر کس هر موقع خواست میارم بهش نشون میدم. اصلا یه بحث جداگونه است. خب پس الان این چیزا ما داریم در روی اسلام صحبت میکنیم. الان من چند تا سوال در روی امروز، روز تاسواس امروز درود سپیدار هست امیل بعد یه سوال بپرس، وقت نداریم. حالا من اول که یه سوال دارم، بچه 6 ماهه آب میخوره چی میخوره؟ وقت تشنش میشه چی میخوره بچه 6 ماهه؟ بچه 6 ماهه وقتی شیر مادر خشک بشه نداشته باشه، آبم آبغندم بهش میدن. نه بچه 6 ماه تا قبل از 10 ماهگی شما از باز ادمی سوال کنی، بچه تا قبل از 10 ماهگی قابل بسته با فاصله 200 متر فاصله هیچ وقت سر مقابل نمیرسه. بس بنابراین من فاصله 200 متر فاصله مگه چقدر؟ بنده الان اینجا داد بزنم، الان اینجا شروع کنم حرف زدن 500 متر اوورتر شده. اجازه بده وقتی اینقدر نزدیک میشه میخواد که بلشگر مقابل. این نکته یه نکته که من سوال بکنم، اصلا میگم خب این جواب تاریخی داره، الان من فرصت ندارم، اجمالا جوابتو دارم میدم. شما الان توی جنگی خودمون خیلی کار دیدی که تیر خورده به چشمشون، به گلوشون، به پیشونیشون. آیا اینی که اصلا فکر کن تصادفی خورده باشه خورده به گلوی بچه؟ آقا الان شما اصلا توی جنگی ما مثلا رزمنده های ما نبودن. خانم گردنش چقدر تیر این صاف نشونه گیری کرده؟ آقا من نیست صاف نشونه گیری کرده بنده و شما. بله که اندازه مدارم بنده اندازه من شیش ماه یعنی بچه شیش ماه یعنی بچه شیش ماه یعنی خامت انگوشت من بچه شیش ماه اگر تیر کمان بخوره تو گردنش میپره سری. من درباره چی سوال دارم؟ درباره پسر امام حسن اسمش چی بود؟ حضرت قاسم. پسر 13 ساله امام حسن، حضرت قاسم. چجوری امام حسین به خودش اجازه داد حضرت قاسم و قبل از تمام این لشکریان اینا و همراه علی اکبر، یعنی تو روز دوم جنگ ایشون رو بفرسته تو چیز، بفرسته توی میدون جنگی بچه 13 ساله؟ پرسیده بود که من کشته شدم. من تاریخی من جوابتو بدم، چجوری من جوابتو بدم؟ نه واقعیت رو به من جواب بده. واقعیت ببینید، من اولین چیزی که باید به شما اثبات کنم علم لدنی امامه. شما اگر اینو پیش فرض بگیری اون وقت اینو قبول میکنی که امام مجتبی موقع قبل از شهادتش به امام حسین میگه لا یوم کنومه که یا ابا عبدالله، این روزی مثل روز تو نیست، یعنی از آینده فرضه که تو هم به شهادت میرسی، البته اگر اعتقاد داشته باشی. اون اگه اینو اعتقاد نداشته باشی بحث بعدی منم بیمعنی میشه، من باید بشنم رو علم لدنی با تو بحث کنم. ولی اگر اینو پیش فرض بگیری امام مصطفی واسه پسرش که توی جنگ کربلا متوفی بگیره از سید الشهدا، این نامه درخواست نوشته بود که در آینده اگر جنگ کربلا رخ داد اینو به خدمت شما امام حسین نشون بده، اجازه میدان
جنگ رو شما بده، اینو داده بود دست مادرش، توجه کردی چی شد؟ بعد بنابراین خود ماوسنم راضی نبود و اجازه نداد که حضرت قاسم به میدان بره تا زمانی که این نامه به دست خط امام مصطفی رو نشون بده. صداتون نمیاد؟ بله بله، من صدا شما رو دارم، صحبت داشتم گوش میدادم به حرفتون. یعنی اگر ببین الان اختلاف من تو رو میدارم قطعا تو علم لدنی امام و علم مجموعه که ما تو دعای ندبه هم میخونیم، میگه علم ما کانه و ما یکون در اختیار اهل بیت ما وجود داره، یعنی علم گذشته و آینده رو دارن اینو. وقتی ما منو تو روی این مسئله اگر بخوام در روی همچی علمی صحبت کنیم که خب ما میام بر بگردیم به چی؟ بر میگردیم به زمان پیامبر. خب پیامبر یادم بی سواد بود دیگه، من تو قار خودش تنها میرفت میشه صحبت دیگه، اولا که با کی حرف میزنی؟ میگفتم میرفته عبادت، الان داره بس گسترده میشه دیگه. خب اولا که عبادت کیو میگه؟ بعد یه نفر میاد بهت میگه اقرا جان، اقرا اقرا چی؟ من خواندن نمیتونم. من پیامبر ما خداشکر اولین کسی بود که خداوند اولی کنی الان بس داره فهم میشه میره تو خادم صدر اسلام گسترده میشه. میره تو متوهمات، قربونت برم اینا میره تو متوهمات، اینا میره تو لایوهای بعدی تو ببره. قراره که با دوستان گذاشتیم با آقا نوید هم الان هستن، قرار شد که بعد از آشورا فردای لایو چیز دارم اختصاصی دارم که فقط بخوام کلا ریشه آیفون اینا ما قرارمون بزنم بلند نشه. الکسون چند تا از دوستانی که مخالفن مثل شما، مثل آقا نوید، مثل همین آقا میثم، قرار شد که بعد از عاشورا دو تا لایو بذاریم، یکی لایو رو مسائل اعتقادیه، فقط مسائل عقلیه، یه لایو هم روی مسائل تاریخی از جمله همین شبهات شما. شما در شیف من حال تو فهم خورد بخاطر که من حسین قبول ندارم به درک بمیری. چی شده؟ یه حالم ازت به هم خورد چون حسین قبول نداری. من حسین که هیچی گنده دارم. آقا جواب نمیخواد با من صحبت کن. ول کن چون با من صحبت کن. حسین هم مثل خود به در تخور بود. اشتالله در آینده شما تشریف بیار عنوان مخالف دوستان دیگه هم هستن. من جواب علمی میخوام. من خود آیه باشه، حالا بیا جواب میگیده دیگه. حالا یا قبول میکنه نمیتونه از کی حرف زدن رو. من روسری هم از شما کلی سوال پرسیدم، جواب یه دونه از سوالامو نگرفتم. رو که حقیقت بگم اقل از دیگه رو نگرفتم. بیوروار صحبت کرد جواب یه سوال شما تو لایوهای آینده که خواستی بیا یا جواب تو قبول میکنی یا نمیکنی دیگه. اگه قبول نکردی که هیچ، مثل الان دیگه فرق نمیکنه. ولی این رو خواهم داشت الان انشالله بعد از عاشورا همهایی میکنم بزنم پیام. ببینید ما دایرکت پیام ببنم بده چشم، دایرکت که عقایدمون به هم نمیخوریم میتونیم حداقل با هم حرف بزنیم. شما بیا اصلا به اعتقادات من تو این کمه اصلا برای احترام نمیذارم به شخصه. من به اعتقاد شما احترام میذارم، میدونی؟ من به اعتقاد شما انقلاب آقای سر حسین احترام نمیذارم. اینو باید درک کنن ملت. نه اگه میخواید تو لایو من یا آقای نه اجازه بده. ببین تو توی شرایط خصوصی خودت هر اعتقادی داری واسه خودته، میخواید توهین کنی خودت تنهایون بس خودته. ولی اگه قراره بیای تو لایو من یا من تو لایو تو بیام با هم دیگه بحث کنیم، من به این عنوان حاضر نیستم. البته که تو دایره احترام بحث میکنیم، قربونت برم. آره یعنی توهین به اعتقادات نباشه دیگه. نه دیگه توهین که ما نمی کنیم، که میگم که من به تو اعتقادات شخص شما احترام میذارم، به اعتقادات بقیه احترام میذارم. ولی آقا من یه سوال دارم، آیا کسی که داره توت هند آلت میپرسته من میتونم برم به اون آلتی که میپرسته احترام بذارم؟ نمیتونم، ولی به اعتقادش احترام میذارم. آره خودش میدونه چرا اعتقاد داره، ولی اینکه شما مثلا مثل اون حالت پرسته یا مثل اون کسی که داره گاوی پرسته نمیاد هیچ وقت اعتقادشون بکنه به زور چماق که سر بر رو. ولی مسلمان ها دارن به زور چماق شیعه نخوشن، شیعه به زور چماق میخواد بکنه تو کلت، به زور چماق میخواد بکنه تو چیه.
ما به دور شما نمیخوایم بکنیم تو کله کسی، ولی از اعتقاد اونم صفر. آقا بنده از مسیحیت هم به همین اندازه متنفرم که از یهودیت و از بوداییت و از این چیزا متنفرم. من یه آتئیست ضد دارم، آقا فرق برام نداره، ولی شما گیر فقط به اسلام. آخرین لایوه بذار، آقا آخرین لایوه بذار من بگم. آقا تهران سر، من آخرین بار دارم تذکر میدم، کسی توهین بکنه من هیدنش میکنم. چند بار کردی نادیده گرفتم، گفتم بمونی تو لایو گوش بدی، ولی اگه بخوای ادامه بدی به دوستان دیگه توهین کنی، من آدم هیدن میکنم. و بقیه دوستان چه موافق چه مخالف این حرفو دارم میزنم، کسی خواهشن توهین به کسی نکنه. خب الکس جان انشالله من لایوهای بعدی با نمایی میکنم، فقط یه زحمت بکش تو دایرکت به من یه پیام بده، من اونجا باید هم بکنم لایو بگیریم عزیزم. آره بجسته با اون یکی به پیام میدم بکرم خب دوستان عزیز، آقای آقا سعید هست، آقای نواب کاشانی هم هست. آقا سعید من به ترتیب بیارم، آقای کاشانی جلوی شما، من ایشونو بیارم بعدم آقا سعید شما رو میارم. فقط ای قربان شما بزرگان، زودتون بخیر. آقای سجاد خان چرا آخه همچین اشخاصی میاری که وقتی میگه آقا یه سه تا سوال میکنه که این سوالش هر کدومش ساعتها جواب داره، چرا اصلا میدونم که شبهات این اصلا تو این موقع اینا اصلا ایران جواب مالی دادیم دیگه، نداشتیم که بی جواب بمونه. ببینید این وقتی شما داری جواب میدی مثل قنری ریزه خونی میکنه، خب شما داری تسلط پیدا میکنی که صحبت بکنی، ایشون داره از اون زیر ریزه خونیشو داره میکنه، داره حرفاشو میزنه. خب بعد ما اصلا اجباری نداریم که آقا همه حرفای ما رو قبول بکنن، که ایشون اعتقاد خوش رو داشته باشه و همینجور داره اصلا بیادبی میکنه. شما خیلی راحت میتونی دکمه رو بزنی. خب اگر بحث داریم، بحث نه بیادبی رو ندارم، به اعتقادات من نمیدونم بکنی. ببین شما داشتی صحبت میکنی به شیزه خونیش روش میکن، خب داری زیر کلماشو داشت دونه به دونه داشتش میگفت، حالا بچه ها هستن شنیدن دیگه. خب اصلا تو این بحثی که الان خیلی خوب داشتیم پیش می‌رفتیم، من الان خود من 300 وقت گذاشتم، مثل من همه وقت گذاشتن، اینترنتشون دارن هزینه میکنن، یه بحث خیلی خوبی بود. خب آقای محصول اومد اینکه الان میگم میتونه قشنگ خیلی ماهرانه اینو مدیریتش بکنه، بذاشتیم اصلا نباید بذاره حرف بزنیمشو، نه اینکه اصلا حرف نزنه توی این لایت اصلا جاش نیستش. نه گفتم دیگه، حالا انشالله لایوهای بعدی بیاد بشینه 3 ساعت صحبت کنه. آقا نوشته به امام حسین توهین کرد، من توهین نشینه به امام حسین بکنه. چی گفت؟ شما داشتید من بگم که دوباره نگستی نباید دوبار گفته چی خدمت شما بحثی. البته نه اگه توهین کرده بگید، من توهین توافم نکنم، اگه توهین کنه من ایدل میکنم. البته من یه چیزی بگم نمیخوام اصلا برم تو جبهه ایشون، نه اصلا نمیخوام بگم. خب هر کسی یه نقدی داره، من کنم صدام خوبه؟ یک مقدار از این ادبیاتی که هر سال مثل این بزرگوار میگن اینه که بعضیا خیلی بیسوادانه مقتل میخونن، یعنی مقتلی که وقت خودشون بعضی ها ده میارن، بعضی از این مدقایی که یه سری اصخایی میکنن اصخایی میسید عراجیبی از خودشون در میارن برای این که میدونم گریه در بیارن، نمیدونم مجلسون گرمتر بکنن، پر جمعیت بکنن، یه سری حرفایی میزنن که اصلا منطق نداره. و به نظر من بهترین عبادتی که میشه در این زمان تازه عاشورا رو انجام بده میتونم اصل مقتل و کسایی که دوادشو دارن قدرت بیانش دارن بیان واقعیت، حالا دو تا نقل، سه تا نقل، ده تا نقل مشکلی نداره، بذاریم پایان بدیم به سری حرفای از دیگران که اصلا نه این میشالله. گفتم الان چون لایف 3-4 ساعت پول کشید، بعد بحثم یه مقداری دوستان این ور اون ور رفتن، من گفتم دو تا لایف مجزا، یکی مباحث عقلی یکی مباحث نقلی در بحث کربلا میداریم، اینشالله مفصل صحبت کنه، مشکلی نداره. آقای
گذر ببین دقیقا حرف منو گرفت، خود شما زحمت کشید. نه اینا اتفاقا آقا عرفان راهگذر بد برداشت کرد. این میدونی گفت چی؟ نه ببین تو بذارم بگم الکس چی گفت. الکس گفت که الکس گفت که یه کسی که مثلا آلت تناسلی یا گاو میره میپرسته دنبالی نیست که اعتقادشو بکنه تو مخ طرف مقابل. هر کسی اعتقاداتی داره، ولی شما شیعیان میخواید به زور چماق بچپونید طرفمون. نه این مقایسه این نکرد که این مثل اونه. بحث تلقین اعتقاداتو داره. آقا سعید شما لایو سید میکنید دیگه. آره آخرشو مجددا گوش بدید. ما که نمیخوام کسی تو اومد بزن که نمیخوام دیگه از کار رو اگرم کردم اونم متوجه نشدم. آره من همین عرض میکنم خدمت شما هست شبهتش که خیلی خوبه این بحثا، افرادی مثل آقای الکس خیلی خوبه، خب به شرطی که بیا این سوالا بشه و به شرطی که درست جوابش منطقی داده بشه خیلی عالیه. من نمیدم که چراییشون نیاد بالا، افرادی مثل اینا هزار تا بیاد بالا. اگر منی که گوشم شنوا باشه بیشتر شنوا باشه، اگر کورم بینا میشه. شاید من دارم اشتباه میرم، اصلا الکی دارم حسین حسینی هم حرف با ایشونه. خب خیلی خوبه این بحثا، ولی این که قانون رو مدیریت بشه. مثلا میگم که من یه سوال میکنم که شما میخواید 10 دقیقه جوابش ده. آقا نمیشه یه سوالی شما داری میکنی که حداقل خیلی باید طول بکشین جواب بدنش. حتما اینو لایو بعدی که انشالله تخصصی تر و دقیق تر از این لایو هست، اینجوریه که یه سوال مطرح میکنه یکی از دوستان ما میاریم جواب اون یه دونه نمیذاریم چند تا سوال بپرسه، یه دونه سوال یکی میاد جواب میده بعد میاد بالا سوال بعدش میپرسه. اینجوری میخواد لایو بعدی رو ادامه میدیم. آره اینجوری باشه که همه هم سوالشون بکنه هم جوابش رو بگیرن. خیلی خوبه آقا ایشون باز این بزرگوار بیاد بگه چه ایرادی داره، ولی اینکه بی‌ادب نباشه. ما منظورم اینه، اون خیلی از سوالایی تو ذهن من با سوالی که ایشون از شما میکنه دیگران که جوابی که دیگران میده اصلا پاسخ پیدا میکنه. خیلی هم خوب چه ایراد داره. خدا آقا لطف کردی قرون شما. قرون شما سلام خواهش کنم. قرون شما یاد خب